اعضای مجلس نمایندگان در جلسه استیضاحی وزیران دفاع و داخله از خاموشی این وزرا در پیوند به حملات راکتی پاکستان بر مناطق مرزی در ولایت‌های شرقی کشور، افزایش فساد اداری در این دو نهاد و عدم بررسی دوسیه‌های قتل‌های زنجیره‌ای انتقاد کردند. حملات انتحاری و قتل‌های زنجیره‌ای شخصیت‌های بزرگ جهادی و سیاسی چون شهادت استاد برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق افغانستان و رئیس شورای عالی صلح، احمد ولی خان کرزی برادر رئیس جمهور، شهید جواد زهاک رئیس شورای ولایتی بامیان، موارد که فوقاً ذکر شد نماینگر وضعیت بد امنیتی و ناتوانی این ادارات در کنترل اوضاع امنیتی کشور نیست. نادیده گرفتن قانون اساسی افغانستان در خصوص دفاع از تمامیت ارضی افغانستان مطابق ماده 55، عدم رعایت قانون اساسی افغانستان در خصوص اعمال صلاحیت ها و محدود شدن صلاحیت های وزرا در خصوص روابط تنظیمی، سمتی، قومی، مذهبی. وزیر دفاع کشور پیش از رد صلاحیت شدنش به اعضای مجلس گفت وزارت دفاع با آغاز حملات راکتی پاکستان بر مناطق مرزی در ولایت‌های شرقی احترازهای خود را اعلام نموده و در ضمن شمار نیروهای ارتش را در ولایت‌های کنر، نورستان و ننگرهار افزایش داده است. وزیر دفاع افزود آنان با توجه به امضای پیمان راهبردی با ایالات متحده آمریکا از آنان نیز خواسته بود تا در مورد تجاوز پاکستان واکنش نشان داده و مانع حملات راکتی شوند. او همچنان از عدم توانایی نیروهای افغان در یک جنگ تمام عیار نیز یادآوری نموده، افزود که عواقب درگیری میان افغانستان و پاکستان به نفع کشور نیست. وزیر دفاع کشور تاکید کرد که در مورد حمله متقابل یا واکنش مشخص در پاسخ به حملات راکتی پاکستان از رهبری حکومت برای آنان دستوری دادن نشده است. وزارت دفاع ملی به حیث یک ارگانی که وظیفه اصلیش حفظ تمامیت ارضی، حراست از استقلال و آزادی و صیانت از حاکمیت ملی و پاسداری از تمام ارزش‌های مادی و معنوی افغانستان است، رسالت خود می‌داند که مطابق ماده 64 قانون اساسی با صدور حکم، اگر توانمندی داره یا نداره، اگر سلاح ثقیل داره یا نداره، اگر قوای هوایی داره یا نداره، از هر سربازش تا ستر جنرالش حاضر است که به خاطر خدا و وطن و وظیفه تا آخرین قطره خون و واپسین رمق حیات از هر وجب ای خاک مقدس دفاع کنه. با این حال بسم الله محمدی پیش از آن که از سوی مجلس رأی عدم اعتماد دریافت کند تاکید کرد هیچ شکی وجود ندارد که این راکت ها از سوی نظامیان پاکستانی شلیک می شود. او همچنان گفت که در صورت دستور از رئیس جمهور کشور به عنوان سرقمندان اعلی قوای مسلح، آنان ناظر به دفاع از کشور هستند. او افزود آخرین تصمیم در پاسخ به این حملات پس از نشست سه جانبه گرفته خواهد شد که قرار است در آینده نزدیک در شهر جلال آباد برگزار شود. ببینیم که آخرین فیصله هم نیست و من امروز هم که خدمت شما میمدم به خاطر که یک دلیل روشن به شما ارائه بکنم، وزیر صاحب خارجه را صحبت کردم، گفتم این نفرای ما مسئولین و مایی را تنظیم دارن، شاید به زودی در جلال آباد یک نشست صورت بگیره. به دلیل دی در جلال آباد که اوجا سای منطقه است، بازم هرچی که فیصله دولت ما باشه ما در اوجا در خدمت می باشیم. ما گفته اعضای مجلس نمایندگان نزدیک به 5000 راکت از آغاز سال روان تا کنون بر مناطق مرزی در ولایت کنر از سوی نظامیان پاکستانی شلیک شده است.